یکم اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی و 21 آوریل 2017 میلادی. امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم به یکی از داوطلبان ریاست جمهوری، محمد باقر قالیباف. قبل از اینکه بریم سراغ آقای قالیباف، اجازه بدید که موضوع دیگه ای رو مطرح بکنم. ببینید، یکی از کسانی که در پروژه کوثر، تعاونی کوثر مال نماینده های مجلس، به همدستی با کلاهبردارای مجلسی متهم شده بود، ایشون با ما تماس گرفتن و خواستن توضیحاتشون رو پخش کنیم در برنامه. ما قبلا دو تا برنامه درباره پرونده کلاهبرداری سه نماینده مجلس داشتیم. اجازه بدید قبل از اینکه توضیحات آقای سید حسین ابراهیمی، رئیس سابق تعاونی مسکن شهرداری منطقه دو تهران رو بشنویم، من یه توضیح کوتاهی بدم که یادتون بیاد ماجرا چی بود. حالا دو تا برنامه هم داشتیم. سال 1185 تو مجلس هفتم یه طرح ساختمانی قرار میشه راه بیفته به اسم پروژه کوثر برای 360 مسکن نماینده و کارکنان مجلس و البته اطرافیانشون هم بودن و اینها. 358 نفر عضوش میشن، پولی هم میدن. حدود 70 تاشون نماینده مجلس بودن از این 358 نفر، بقیه کاسب و دربون و دفتردار و خبرنگار و خلاصه ربطی مستقیما به نماینده ها ندارن. قرار بود که همه واحدا با پول اولیه که داده شده بود سال 86 تحویل صاحباش داده بشه. 1386 هنوز دارن صاحباش میدونن. سه نماینده ای که اشاره کردیم که مسئول این طرح بودن، کوهکن، ندیمی، برزگر تکمداش، با دلالی یه آدمی به اسم بفات الله صوفیان چند سال میلیاردها تومان به جیب زدن، صدای هیچ کدوم از سهامدارا و وکلاشون هم به هیچ جا نرسید. یکی از برنامه صفحه آخر 16 مهر 96 رو ببینیم، گزارش بخشی از کلاهبرداری های این سه نماینده است. یه آدمی که به عنوان دبیر و پیشکار این سه نفر، ندیمی و برزگر و کوهکن کار میکنه، آقای خلیل شیسیان. خلیل شیسیان تو مجلس هفتم کارپرداز مجلس بود، از نزدیکای احمد جنتی بود و میگم که چیز بود دیگه، چی میگفتن بهش؟ کارپرداز، مشاور، چون هم گماشته، هرچی، این مال این سه نفر بود. به هر حال الان هم همین شیسیان تو دبیرخانه مجلس خبرگان داره کار میکنه. تو بازجویی که ازش درباره بازپرسیایی که ازش درباره پرونده پروژه کوثر شد گفت ببخشید، علارغم اینکه کوهکن، ندیمی و برزگر اعلام کردند که زمین مجتمع کوثر را به قیمت متری 108 هزار تومان خریده اند، دروغ میگویند. در حقیقت متر مربع 45 هزار تومان خریده اند. اما اول کار، یعنی بیش از دو برابر گرونتر، پول خرید زمین و حتی با سهامدارا حساب کردن. اما اول کلنگ زده نشده، بقیه ریختن جیبشون. خب این میشه کلاهبرداری حساب شده با برنامه دزدی، مافیا، چه میدونم، سندم درست کردن، تازه جعل کردن. تو منطقه دو شهرداری تهران و تو یک دفتر صد. ببینین، اینی که دارین میبینین بسیار مهمه. حالا من تون تون بعد میگم، اقرار مکتوب رئیس اسبق تعاونی منطقه دو شهرداری در مورد قیمت واقعی زمین واگذار شده در حضور دکتر مهدی خزعلی که او هم ابتدا تاریخ تنظیم مبایعه سوری را فلان اعلام کرده است. به هر حال شاهد هم آوردن و این چیزیست که گفتم که میگه اینقدر بوده آقا جون من. خب بعد چیزی جعل میکنن، یه دفتر ثبت اسناد تو منطقه ده تهران اونجا پیدا میکنن که باهاشون کار میکنه. بعد اینجا بانک ملی شعبه مجلس توی بهارستان، ساختمون هم که سعادت آباد، منطقه دو شهرداری. خب هیچ کدوم اینجا نمیرن کاری بکنن، سند جعل بکنن. اینا میرن توی جنوب شهر، توی منطقه ده. هم دستاشون کیان؟ رئیس بانک ملی شعبه مجلس، درودیان و معاون صادقی. سید حسین ابراهیمی، رئیس وقت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه دو تهران که دستخطش رو الان دیدین. همین الان ایشون یه شرکت ساختمانی داره تو سعادت آباد، خیابان سر و غربی، نبش خیابان مرواری، شماره 31. همین آقا
یه نفر دیگه بفات الله صوفیان، یه دلال زمینه با پول بادآورده پروژه کوثر، حالا صاحب یه تولیدی هم شده. بعد آقای دلال بفات الله صوفیان ملکو میره میخره، خودش میخره، همون روز 14 میلیارد ریال گرونتر میفروشه مثلا به این سه نفر. ما به تفاوتش هم ستایی میخورم. چجوری در داستان سریع بگم؟ ببینین این سند واضح تر میکنه قضیه رو، این جعل سند رو مفصل توضیح دادم. ببینین هم زمین پروژه کوثر، هم تعاونی، چرا موندیم، هم تعاونی شهرداری منطقه دو تهران به عنوان فروشنده زمین، هر دو تو میدون سرو منطقه دو تهرانن، ولی کار جعل سند تو یک معاملات ملکی تو منطقه ده تهران خیابون کمیل انجام میشه، چون وفات الله صوفیان اینجا واسه جعل سند آشنا داره. سند جعلی خرید و فروش زمین درست میکنن، همونجا با 14 میلیارد ریال سود زمین در یک ساعت خرید و فروش میشه، همین، فقط رو کاغذ. 6 اسفند 85 و 14 اسفند 85 آقایون دوتا چک میدن به دلاله، همون وفات الله صوفیان، و درست یک سال بعد در 14 اسفند 86 از حساب پروژه کوثر برداشته میشه. این اسنادی است که نشان میدهد دقیقاً که چک ها به چه مبلغ و چه زمانی که عرض کردم تاریخش رو صادر میشه، دست به دست میشه در واقع. مثلا که چی بشه این وسط، همه این هم جعلیه. صوفیان زمین رو میفروشه با 14 میلیارد سود به این ستا، پول از کجا میارن؟ خودشون پول میدن به صوفیان بره زمین رو بخره بعد به خودشون بفروشه، همش رو از حساب تعاونی کوثر برمیدارن. نمیرین آقای حسینی بازپرس پرونده بخواین صورت حسابای اون 11 حسابو که با این همه سند واضحی که هست چیکار میکنین؟ آقای حسینی میگه قبوله که این کلاه، ببینین خیلی توجه بفرمایید به این موضوع آخر، میگه این کلاهبرداری و جعل است و اینا تو پرونده است و مورد تایید است که این کلاهبرداری و جعل است. یعنی چی؟ یعنی همون ماجرای 14 میلیاردی که زدم به جیب همون خرید، ولی چون این کلاهبرداری و جعل در سال 1385 رخ داده است، بنابراین مشمول مرور زمان شده و متهمین قابل تعقیب نیستند. باور کنم من هم چی بگم، بازپرس دستگاه عدالت جمهوری اسلامی دیگه، کلاهبرداری مشمول مرور زمان می شود. چرا از بازپرس تو همین دادگاهی که برگزار میکنین آقای رئیس شعبه سه دادگاه کارکنان دولت نمیپرسین که کجای قانون نوشته شده است کلاهبرداری مشمول مرور زمان میشود؟ مگه من نه اینکه تا 10 سال زندان در قانون شما پیش بینی شده جعل سند و امضا و کلاهبرداری، که همش تو این پرونده با سند و مدرک هست. خب این تیکه از برنامه 16 مهر 95 بود، من اشتباه کردم گفتم 96، ببخشید مهر 96 هم نیومد. یکی از این سه تا نماینده الان مشاور سخنگوی دولت آقای حسن روحانی است، آقای ایرج ابوذر شده ندیمی، اسمش ایرج بود شد ابوذر، ایرج ندیم. یکیش دیگه شون نماینده خیلی اصولگرای مجلس آقای محسن کوهکن، یکی دیگه شون هم فعلا کاری تو مجلس دولت نیست، هم خودشو بسته کامل، از هیچ تو سال 76 هیچ چی نداشت، کرایه خونه‌شو نمیتونست بده. اینا رو من همه تو برنامه گفتم. امروز همه اهل خونه و فامیل خودش و زنش یکی دستگاه خونه تو پروژه کوثر به نامشونه، خودش هم فقط یه قلم ملک 6000 متر باغ تو شهریار کرج. یکی از وکلای سهامدارای پروژه کوثر دکتر اکبر اعلمی است. چند روز پیش آقای سید حسین ابراهیمی رئیس اسبق تعاونی کارکنان شهرداری منطقه دو تهران با بنده تماس گرفتن، خواستن توضیح بدن که با توجه به اون برنامه هایی که ما پخش کردیم تو این سوء استفاده ها هیچ همکاری با این سه نماینده فعلی و قبلی مجلس نداشتن و هیچ سوء استفاده ای نکردن، پولی بلاسه این وسط در هاپولی کردن ها ایشون نقشی نداشتن. اجازه بدین توضیح ایشونو بشنوید. سیمین رو به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن شهرداری منطقه دو به مخابرات، شرکت تعاونی مخابرات تهران فروختم به مبلغ، من اینجا جلوم هست، نزدیک به 8 میلیارد تومان، یه مثلا 40 میلیون ارزون تر، یعنی دقیقا اگه میخوام به اتراج به شما بدم متری 450 هزار تومان.
اونها متاسفانه بعد از پرداخت 1.5 میلیارد که پیش قسط به من دادن، قسط چک بعدیشون برگشت خورد و من در تاریخ برج 9/85 اون معامله رو فسخ کردم. برج 14/11/85 به آقای به نام صوفیان فروختم به مبلغ متری 530,000 تومان. یه موبایل نامه حضور شما چاپی هم آوردن پر کردیم. در این موبایل نامه چاپی یک بندش هست که به صورت چاپی نوشته شده، اصلا یه وقت خریدار و فروشنده توافق میکنه، ولی این بند چاپی در اون موبایل نامه که ما پر کردیم نوشته شده بود، من خوندم، به این صورت که خریدار در زمان محضر به هر کسی که دلش خواست میتونه بگه که فروشنده به نام اون افراد بکنه. که روز محضرم که ما 21/3/86 بوده، ایشون طی نامه کتبی به من گفت به نام آقای کوهکن ندیمی برزه کار بکنی. من آقای کوهکن برزه کار ندیمی رو فقط و فقط 20 دقیقه در دفترخونه هنگام تنظیم سند دیدم، نه قبلش تلفنی تماس داشتیم نه بعدش کوچکترین تماسی با هم داشتیم. مسئله کمیسیون مطرح شد، گفتم نخیر، اینجا من و شما به توافق رسیدیم. گوشه موبایل نامه که من اگه اجازه بدید حالا اینا رو بهتون رو همین برنامه نشون میدم، گوشه موبایل نامه نوشتم بابت کمیسیون انتقال این زمین دیناری فروشنده پرداخت نمیکنه، اگه کمیسیون تعلق میگیره باید خریدار بده. اینجا هم از این من فقط آقای اعلمی بعد از 10 سال به من مراجعه کردن، منم هر کمکی از دستم بر اومد برای ایشون کردم. یکی از مسائل آقای فلاحتی این بود که ایشون میگفتن که به من گفته شده زمین رو 9.5 میلیارد خریدیم، 1.4 میلیارد هم اضافه خرجش کردیم، مشکل داشته زمین. من بنا به درخواست آقای علمی یه نامه دادم که آقا این زمین بله مشکل داشت، مشکل شامل یه اصلاح سند بود که تو سند ما نوشته شده بود 17766 متر، در صورتی که وقتی مساحت میگرفتیم مثلا زمین 13600 متر بود، ابعاد زمین اشکال داشت. ما بردیم ثبت این ابعاد رو درست کردیم، مساحت حقیقی شد 17766 متر که نقشه برداری کردیم تحویل آقایون دادیم. مثلا رفت معارض بود، یه آقای فرهزادی تو این زمین معارض بود، 1400 متر زمین رو گرفته بود، 100 متر هم بنا داشت توش سکونت میکرد، اونم با پرداخت مبلغ 35-6 میلیون تومان من رضایتش گرفتم و اون ملکش رو خراب کردم. یه رفع تصرف از منبعهای سازمان آب بود که اون رو هم رفتم وکیل گرفتم، حکم گرفتم منبعهای سازمان آب رو از اونجا برداشتم. مسئله دیگه یه اتاق تعاونی هفتگانه اونجا ساخته شده بود، اونو 5.5 میلیون پرداخت کردم، اونو رفع کردم. دقت میکنید من اون نامه که شما از من نشون میدید متنش اینه که آقای علمی که وکیل به اصطلاح اون خریدار هستی، این زمین رو من فروختم، معارضاشو کلن من حل کردم، دیناری کسی دیگه پول نداده، هر کی حرف دیگه بزنه کذب محض، حاضرم در هر محکمه ای هم جوابگو باشم. خب سوال مشخص اینه، چه کسایی سوء استفاده کردن تو این پروژه کوثر؟ آقای فلاحتی به مقدسات قسم، به جان بچه‌هام قسم، تا زمانی که شما اعلام نکرده بودید من این مبلغه 1.4 میلیارد رو نمیدونستم. البته پیش خودم فکر میکردم که مبلغ این ور اون ور شده، ولی این مبلغ 1.4 میلیارد تومان رو من اصلا در جریان نبودم تا روزی که شما اعلام کردید. یک. دو، این که این وسط گیره کی اومده خب مشخصه، لازم نیست من بگم آقای صوفیان اومده خریده، ظرف 3 روز چک 3 تا نماینده رو به من داده. بنابراین کسایی که این زمین رو از آقای صوفیان بعد از 2 روز 3 روز می‌خریدن نباید سوال می‌کردن که چرا این زمین 1.4 میلیارد تومان گرونتر فروخته میشه؟ این جواب شما به نظر من کامله دیگه. از 1600 نفر که می‌خواستن بشن رئیس جمهور امسال، 6 نفر صلاحیتشون تایید شد.
قالیباف، روحانی، رئیسی، میرسلیم، جهانگیری، هاشمی طبا. قالیباف بار سومه که میخواد رئیس جمهور بشه. دوباره قبل رأی نیاورد و دیگران ارجح و اصلح بودن. این دوره میگن نامزد سایه رئیسی هم ممکنه باشه، یعنی به نفع رئیسی در زمان مناسب ممکنه کنار بره. به هر حال هرچی هست، جناب فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه و فرمانده سابق نیروی انتظامی که سال 84 شد شهردار تهران، خیلی وقته که میخواد راه احمدی نژاد رو بره، از شهرداری بره ریاست جمهوری. سه شنبه پیش بعد از اینکه ثبت نام کرد واسه رئیس جمهور شدن، یه چند دقیقه صحبت کرد. و امروز 26 فروردین ماه 1396، من محمد باقر قالیباف به شما متعهد می شوم و با توکل به خداوند منان و به پشتبانه شما دولت مردم را تشکیل دهم و در یک دوره 4 ساله با انقلابی اقتصادی درآمد کشور را به 2.5 برابر افزایش دهم. 5 میلیون شغل ایجاد کنم. نظام مالیاتی را به نفع 96% مردم تغییر دهم. و از همه مهمتر برنامه مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم درآمد اجرا کنم و عمل کار برایت به سخندانی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خب این جمله آخرش چی گفت؟ قبل از به عمل کار برایت فلان و بهمان، گفت برنامه ای مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم درآمد اجرا کنم. از جنس حرفای روحانی 4 سال پیش که میگفت چنان رونق اقتصادی و رفاهی ایجاد کنم که مردم نیازی به یارانه و دست دراز کردن به سمت دولت نداشته باشن. یادتونه دیگه، میگفت دولت به سمت مردم دست دراز خواهد کرد، یعنی مردم از دولت پولدارتر بشن. خیلی هم گفتن به به چه خوب. و بله دیگه، آقای روحانی 4 سال بود، حالا بعدها بهش خواهیم پرداخت. ولی قالیباف غیر از این کلیگویی که گفتم که این شعارهای پاپولیستی فراوان است در ایران همیشه، مخصوصا دور انتخابات، قالیباف یه خالیبندی مشخص هم کرد. یکیش این که نظام مالیاتی را به نفع 96% مردم تغییر میدهم، 5 میلیون شغل ایجاد میکنم، درآمد کشورم 2.5 برابر میکنم. معنای وعده های آقای قالیباف اینه که ظرف 4 سال درآمد سرانه ایران را از ایسلند، بلژیک، استرالیا، کانادا، فنلاند، ژاپن، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، نیوزلند، اسپانیا، از اینا بیشتر میکنه. متوسط رشد بهره‌وری کل در اقتصاد ایران رو حدود 10 برابر فعلی میرسونه. و خیلی جالبه، میانگین رشد اقتصادی ایران را ظرف 4 سال به رقمی بیشتر از 2 برابر بالاترین رقم رشد ثبت شده برای چین در 30 سال گذشته میرسونه. میانگین رشد اقتصادی رو که هیچ کشوری به گرد چین نرسید توی دوره هایی. خالیبندی یعنی میدونین میترکونه. اگه همین هایی که من الان گفتم بری به قالیباف بگی، میگه میرسانم. واقعا که
خدا صبر بده. یه نکته دیگه هم گفت قالیباف. همه ما مکلف به اجرای قانونی، این میثاق ملی و شرعی همه ماست. ضمانت پیشرفت کشورمون هم واقعا اجرای دقیق قانون. ببینید خودش چقدر قانون رو رعایت میکنه. یه تیکه صحبت‌های احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در ایران رو قبلا پخش کردیم، بشنوید. دوباره درباره پرونده مالی شهرداری آقای قالیباف، واگذاری املاک شهرداری به دوروبریا، میگه شهرداری مجرمه. یک مورد دیگه‌اش مسئله شهرداری بود که واگذاری املاک به مدیران داخل و خارج شهرداری صورت گرفته بود. دیدبان طبق وظیفه قانونی خودش که یک مؤسسه مردمی هست میخواست در این کار دخالت کنه. همزمان آقای شهردار محترم تهران آقای قالیباف تقاضا کرد رسما که شما به عنوان نماینده افکار عمومی بیانی مسئله بررسی کنید، به هر چی رسیدید اعلام کنید. خب ما هم تقریبا دو سه ماه طول کشید کارمون و بعد از اینکه اعلام کردیم مردم شاید بیش از 10,000 نسخه سند واسه ما آوردن و تمام اسناد که جمع شد بررسی کردیم. شهرداری البته کمک کرد، هر سند خواستیم داد به ما و نتیجه این بود که شهرداری هم متخلف هست هم جرم اتفاق افتاده. آقای دکتر، بعد از اینکه محرز شد که شهرداری متخلفه، آقای قالیباف شهردار تهران باز هم پیگیر ماجرا بودن که نتیجه نهایی برسه این پرونده؟ متاسفانه اونجور که انتظار ازشون میرفت نه. مردم هم هیچی از این ماجرا نمیدونن. چرا نباید مردم بدونن؟ چرا قوه قضاییه کاری نکرده؟ چون سیبیل قوه قضاییه هم سردارمون چرب کرده. ببینید تو گزارش اومده 1,100,000 متر مربع. این زمین نیست همش. واحده. برآورد ریالیش چقدره؟ میانگین قیمت که قیمت گذاری کردن 2,000,000 تومان قیمت گذاری کردن. خیلی بیشتره. خیلی بیشتره. با متری 2,000,000 تومان برای 1,100,000 متر مربع شده 2,200 میلیارد. 150 میلیارد هم زمینه قبلی بوده 2,350 میلیارد. 2,000,000 تومان کجای تهران؟ تو زاغه نشین هم اگه باشتی 2,000,000 تومان دیگه چیز نمی کنه. بلنجک 2,000,000 تومان نیست، افغسی 2,000,000 تومان نیست، نیاوران 2,000,000 تومان. فعلا بیادن که ما کردیم و کارمنده ها بوده، خیلی هم خوب کار کردیم و پشت دار کارمنده ها هستیم و باز برای خیلی ها انجام دادیم، برای خود کارکنان با قضایی هم انجام دادیم که ما سریع گزارش رو اتماعه کد داریم میدی. داستان چیه؟ این چی به خوب قضایی دادیم؟ دادید اشتباه کردید دادید. شما زمین شهری؟ شما شهرداری تهرانی؟ شما اگه مسئول تامین مسکن سایر ارگان هستیم ارتباطی بهش میدونم، چون اموال عمومی مردمه. اگر هم دادید اشتباه کردید به پس بدید. قوه قضاییه نباشه هر جایی بخواد باشه. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار بود. 2350 میلیارد تومان اموال مردم. قوه قضاییه خودش رشوه بگیره اینجا. کی کیو بگیره؟ کی چیو دنبال کنه؟ اینا فقط تو رقابت دوزی هم دیگه رو میگیرن. وگرنه اگه به هم باج نمیدادن که سنگ رو سنگ بند نمیشد که تو این مملکت. ماجرای صحبت اعضای شورای شهر که 2 هفته پیش تقدیمی صفحه آخر بود که میگفتن، یادتونه دیگه، میگفتن به قرآن مجید قسم میخوریم که تک خوری نکنیم، چشمون رو ببندیم رو پولی که هر که هر جا بگیره. مملکت امام زمان رو این باج دادن عواملش به همدیگه بنده. ببینید تو گزارش سازمان دیدبان شفافیت و عدالت خلاصه عناوین مجرمانه شهرداری آقای قالیباف ایناست: تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، نقض قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی و کشوری. اینا بخشی از این جرائم مجرم آقا قالیباف. چی میگه خودش؟ این اطمینان رو به دوستان بدم، در موضوع تعاونهای مسکن حتما فساد وجود نداره.
حتما جرم وجود نداره. من به همه مسئولین قضایی و مسئولین بالای کشورم گفتم به هر حال همه داد و فریاد کردن که در حوزه تعاونی مسکن فساد انجام شده. سمعن و طاعتن. ما گردن و اصلا باریکتر خود بهم نامه نوشتیم همه دستگاه نظارتی بیان ببینیم این فساد کجاست. با همه قطعیتی که ما از این طرف میگیم جرمی اتفاق نیفتاده، با همه قطعیت هم میگیم که یک کمپین سیاسی پشت این موضوع هست و این کار دقیق داره مدیریت میکنه. اونها هم دغدغه‌شون دغدغه مبارزه با فساد و بیت المال نیست، اهداف دیگه رو دنبال میکنه. یعنی این شیوه قالیباف دیگه. شنیدین چند دقیقه پیش احمد توکلی گفت که شهرداری خودش همکاری کرد با ما، اسنادی که میخواستیم بهمون داد، بعد آخرش چی شد؟ وقتی شما به قالیباف گفتیم که جرم اتفاق افتاده پیگیری کرد؟ توکلی هم جوابش شنیدین که نه متاسفم. بعد چی شد؟ چون سیویل قوه قضاییه رو چرب کرده بود سردار شهردار، زورش البته که به احمد توکلی نمیرسه. یاشار سلطانی خبرنگار رو میگیرن، معماری نیوزش هم میبندن، یعنی افشا کننده رو میگیرن، مجرم افشا شده رو بهش میگن آفرین حالا برو بشو رئیس جمهور. اینه کار رهبر معظم و شورای نگهبانش. حالا سردار قالیباف، این که رقبای تو اهداف سیاسی خودشون رو دنبال میکنن و دغدغه فقیر بیچاره ها رو ندارن، جناب عالی دغدغه بیت المال رو دارین، به این شعارها رو بزنیم کنار، مشخص حرف بزنیم. شما جواب این دادنامه سازمان بازرسی کل کشور رو دادین؟ ببینین توی این دادنامه، من سریع دو سه خطش رو بخونم که ببینین، فقط صحبت احمد توکلی نیست. این جرمی که اتفاق افتاده، دادنامه کجایی؟ خب دادنامه است علیه آقای مدیر دفتر شهردار تهران آقای قالیباف، جناب آقای ممجواد شوشتری، سازمان بازرسی کل کشور، تاریخ چندم پنجم فکر میکنم فروردین رو دوش خورده تیر مرداد 95، که میگوید جناب عالی آقای محمد جواد شوشتری به عنوان مدیر کل دفتر شهردار، هنوز هم مدیر کل دفتر شهردار ها، برخلاف ماده 6 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی، دستور واگذاری املاک عمومی شهرداری به اشخاص مختلف نموده اید. فلذا وفق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری فلان فلان قابل پیگرد قانونی هستید. مبادرت به تجویز غیرقانونی واگذاری و فروش اموال عمومی املاک و مستغلات شهرداری تهران، هم از زمین، خانه ویلایی و آپارتمان بیش از 200 واحد، و نتیجه چه می شود؟ بالغ بر 1500 میلیارد ریال متضرر شده است بیت المال. بند بعد، واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهران در متراژ مساحت‌های بسیار وسیع چقدر متضرر شده بیت المال؟ 22 هزار میلیارد ریال. اینو خاقانی سرپرست هیئت بازرسی امضا کرده. جواب این داده شده. آقای سردار قانون گرا که واقعا شرم‌آوره که آدم بگه، که بازم بگه من قانون رعایت می‌کنم. بعد با این دست گل تازه افشا شده‌تون چه کردین؟ استخدام 4200 نفر از خواص در مترو، اسم مده ها تو گزارش سازمان بازرسی. این گزارش هم که هیچ وقت مردم چیزی ازش نمیبینن، مردم همیشه نامحرمن در حکومت امام زمان. یه گوشش ناگهان تو جلسه غیرعلنی در میاد. یه اشتباهی افتاده سال 92، بالاخره یه نیروی انسانی اومدن، بعد ما نشستیم، دیگه شهردار اشتباه کرده، او شهردار اشتباه کرده، بنده اشتباه کرده. حالا این چه ضرری داره؟ این چرا باید بکشه؟ آیه دکتر حافظی،
ببینید این اشتباه افتاده ولی بالاخره شورا باید تدبیر کنه دیگه. اومدیم میشد نه قبول دارم آقایون برن اقوامشون استخدام کنن عجیب مردم پرداخت کنیم. من یه نکته بگم چیکار کردیم با دوستان های مهندس آقای حافظی، بنده که میگم یه حرف رو نزنید. یک قوم من رو در هیچ جای شهرداری پیدا نمی کنید. اگه پیدا کردید بردارید بیارید. بعدی هم شما نمیگم، من خوندم چه کسانی اسامیشون هم هست به اسم توی گزارش برحاله بیر نگید عمومه گزارش اجازه ندارید از قول همه بگید. آقای مهندس گزارش مهندسی اسم آورده، آقای حافظ اسم مده ها را آورده، بله. اسم هیئت مدیره را آورده، اسم افراد کشوری لشکری آورده که نفرشون حتی در بخش بگید اونه که اسم شما آزد نگید شما در بخش موارد بیش از یک نفر برای چی از جیب مردم ما هزینه بله. 9 اسفند 95 دکتر حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران که با لهجه اصفهانی صحبت می‌کرد در جلسه غیرعلنی شورای شهر افزود سازمان بازرسی کل کشور در گزارش 93 صفحه‌ای خود در مورد شرکت بهره‌برداری مترو تهران مال شهرداری تهران نسبت به جذب 4200 نفر نیروی مازاد اعلام تخلف کرده است. میزان حقوق و اضافه کاری آنها از حدود 4 میلیارد تومان در سال 90 به حدود 15 میلیارد تومان در سال 92 رسیده فقط تو 2 سال. 400 نفر از پرسنل جذب شده این شرکت بالای 40 سال سن دارند که مدرک تحصیلی 50% این افراد زیر دیپلم است. همچنین 30% زیر پنجم ابتدایی یا بی سواد هستند. 300 نفر از نیروهای شرکت بهره برداری مترو منتسب به افراد خاص هستند که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است. چمران هم که همکاسه قالیباف نمیذاره حافظی حرف بزنه اصلا، حالا غیر از این که اینا علنی نمیشه، فقط تو جلسه غیر علنی حافظی که گزارش سازمان بازرسی تو جلسه غیر علنی شورای شهر افشا کرد، بعد از این رسانه‌ها کم و بیش بهش پرداختن. نمونه کوچیکی بگم، نوشتند علارغم ممنوعیت استخدام نیرو در مجموعه شهرداری تهران، علی محمد قلی‌ها مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو، مدیر عامل وقتش که چرخان شرکت بهره برداری مترو چرخش با یارانه دولت و شهرداری یعنی پول مردم میچرخد، با وجود آنکه خط جدیدی به خطوط مترو افزوده نشده در یک رکورد تاریخی تعداد پرسنل را از 3500 نفر به 8500 نفر افزایش داده است. 5200 نفر میگیره، 5000 نفر اضافی. بعضیاشون هم اصلا نمیان، بعضیاشون جا ندارن، حالا اشاره هایی میکنم. خب حالا این آقای علی محمد قلی ها کیه، ماجرا چیه؟ ببینین علی محمد قلی ها داماد برادر حاج منصور ارضی مداح مورد عنایت رهبر معظم است. خرداد 90 آقای قلی ها با حکم قالیباف میشه مدیر عامل بهره برداری مترو تهران. بیشترین بخور بخور مداح تو شهرداری از سال 90 قلی ها که میشه مدیر عامل بهره برداری مترو، برای اینکه مداها و افراد کف خیابون رو به قول قالیباف بیارن که مخصوصا تو درگیری‌های سال 88 بودن، میان فوری یه سری شغل اضافه میکنن. فقط یک نمونه، 60 پست مشاور ارشد اضافه میکنن. 60 تا مشاور ارشد، حقوق هر کدوم مایی متوسط 10 میلیون تومان، بین 9 میلیون تومان تا 13 میلیون تومان. از کجا میارن آدم ها رو؟ از پایگاه‌های بسیج سراسیاب، مهرآباد، ستاری، پونک، نمیدونم محفلت و رقیه باغ فیض. کلن چند نفر؟ 4200 نفر. بذارین من فقط چند تا دونه درشتا رو که هم بزن بهادرهای بسیجی دوروبر قالیباف از سال 92 تا حالا تو همه سال 92 هم تو همه این مثلا کمپین‌های انتخاباتیش دوروبرش بودن، هم پست‌های مهم می‌گرفتن تو شهرداری، اینا رو بگم. امید تشت زر برای مثال با مدرک کاردانی شد معاون برنامه ریزی و پشتیبانی. از خدمات آقای تشت زر بلوکه کردن 20 میلیارد تومان شهرداری در 4 بانک ملت فردوسی، مهر اقتصاد انقلاب، سینای فلسطین و انصار میدان انقلاب. بعد با بلوکه کردن این پول از هر بانک هر وقت خواست به سفارش قلی ها داماد برادر منصور ارضی وام 50 میلیون تومانی گرفت با بهره 4%. اینا را این نمیدونین بدونین، اینجوریه، یقه قالیباف رو بگیرین. چی شده این؟ این پولا کجاست؟ 20 میلیارد تومان چرا بلوکه میشه؟
یکی دیگه حجت الاسلام حسینی، مشاور فرهنگی و مسئول وقت اداره نماز حسینی، غیر از آبروریزی های آشکار مکرر که دو دفترش با همدستی مسئولای دفترش، پسر موحدی کرمانی و یه آدمی به اسم پاچناری، اینا تو دفتر انجام میدادن به اسم وام درست کردن واسه دخترها و زنای نیازمند، بارها لو رفت، از محل 400 میلیون تومان تنخواه قابل تمدید، قابل شارژ تنخواه، 400 میلیون تومان تنخواه داشت این حضرت حجت الاسلام. در کمتر از یک سال که تو شرکت مترو کار میکرد تو محله بلوار ستاری آپارتمان 150 متری خرید. این یکی از کاراش بود. بعدم انقدر گند زد که برش داشتن دیگه. حسن لطفی قبلا تو شرکت مترو یه کارگر ساده بود، گیت‌های مسافری رو کنترل میکرد، اما چون پامنبری منصور عرضی بود و هست، با مدیر عامل شدن داماد برادر منصور عرضی یعنی قلی‌ها، لطفی شد مدیر برنامه ریزی منابع انسانی. ایشون میدونین قبل از اینکه بره تو این کار، این عکس حاج منصور عرضیه، این آقای لطفی قبل از اینکه بره استخدام بشه تو مترو، با پدرش که سرایدار یه مسجد تو منطقه 18 تهران، خانوادگی یعنی با مادرش و بقیه خانواده تو مسجد زندگی میکردن. از وقتی شد مدیر برنامه ریزی منابع انسانی، بعد یوهی هم شد مدیر برنامه ریزی منابع انسانی، گفتم بعد از گیت، حدود 700 نفر رو جدا از طرح کلی اون 4200 که میگم استخدام کرد. بعد شیتیله گرفت، از هر کدوم بین 3 تا 7 میلیون تومان رشوه گرفت. ببینین اینایی که دارم میگم همه اسنادش موجوده، هم قلی ها که آخرش از اون سمت ورش داشت آقای لطفی رو میدونه، همه اینایی که من دارم، هم قالیباف رئیس قلی ها میدونه، هم منصور عرضی که بعد سفارش کرد که آقای لطفی، حسن لطفی رو بذارنش رئیس یه واحد جدید، واحد جدید درست کردن به اسم مدیریت دانش افزایی، کردنش مدیر این. یکی دیگه حجت الاسلام روح الله علیکا، این علیکا پدیده است، مدیر وقت امور تجاری و بازاریابی شرکت مترو تهران، مسئول سابق گزینش وزارت اطلاعات، آمد شد مدیر امور تجاری و بازاریابی. حدود 80 نفر از دوروریاش و اعضای هیئت مذهبیشو که تو محله شاپور خیابون وحدت اسلامی، اینا اوورد استخدام کرد. همشون شدن شاغل. همشون یا بی سواد مطلق یا زیر 5 کلاس سواد. ببین اینا خیلی هن. من اگه بخوام بگم باید یه وقتی بذاریم فقط درباره تک تک اینا صحبت کنیم. مثال کوچیک بزنم. مثلا علی محمد علیان، نوچه حسن خلج مداح، یک روز سابقه کار نداره، با مدرک زیر دیپلم شد مدیر واحد تجاری و بازاریابی که بعد خبر اختلاس 2 میلیارد تومانیش از محل زدوبند با غرفه‌دارای مترو بهمن 95 لو رفت و دیگه اجباراً برکنارش کرد. تو این چند سال گذشته غیر از نوچه های مده ها، خانواده هاشون تو شرکت های زیر مجموعه شهرداری قالیباف استخدام شدن. یکی دو تا مثال بزنم. مثلا خواهر بنی فاطمه مده، مدرکش کاردانی نقشه کشیه، اینو برمیدارم میبرم به عنوان کارشناس واحد امور مالی استخدامش میکنم. میگم جای نقشه کشی پر بوده، جاها پر بوده، گفتن خب اینجا بذاریمش کارشناس، پر شغل کارشناسه. یا مثلا داداش سلحشور سینمایی که عمرشون رو دادن به شما بقیه شون، داداش شده رئیس یکی از واحدهای معاونت فرهنگی. هیچ کس هیچ وقت این آدم رو اونجا ندیده، فقط اسمش اونجاست. مای 8 میلیون تومن میره تو حسابش. بذارین قبل از اینکه کلتون سوت بکشه یه نمونه دیگه بگم از ریخت و پاش حقوقای شهرداری. مردم نمیدونن چه درآمدی داره شهرداری و چه باهاش میشه. ببینین یک سندی هست، من امیدوارم که بتونیم نشون، بله ببینین این دستور کتبیه که 3,066,000 تومان به حساب امیر یارحمدی سروش بریزن،
این چه پولیه؟ نوشته مزایای غیر مستمر اردیبهشت ماه 93. چی کار است این آقا که مزایای فقط یک ماهش انقدره؟ مشاور عالی مدیر عامل. بعد خودش توی اون سندی که دیدین نوشته که خب مشاور عالی به دستور مشاور عالی مدیر عامل، یعنی به دستور خودش، خودش به عنوان مشاور عالی مدیر عامل دستور داده به مسئول امور مالی که یه پولی بریز به حسابمون، اونم به اسم مزایای غیر مستمر 3 میلیون و خورده ریخته به حسابش. این مزایای یه ماه، حالا برو، خودش دستور داده، خودش نامه نوشته، منتها اسمش ننوشته، نوشته به دستور مشاور عالی امور مالی. اینجوری در رو وا کرده آقای پاسدار، شهردار، هرچی بی سواد و مداح و نوچه هاشونه جذب دستگاه عریض و طویل و ثروتمند شهرداری کرده، بعدم رو داره از قانون و قانون مداری حرف میزنه، دروغ میگه، قبلش هم دروغ میگفت. وقتی که سال 93 قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی بست با سپاه، همه کارهای عمرانی پایتخت رو برای 4 سال داد به سپاه، هیچ کم نتونست چی بگه. یه بار آقا رو احضار کردن، همین جوابا داد، چه میدونم، همشون دستشون تو کار اصلا، شاید جواب نداد، فقط شاید اعلام کردن احضار شد. اون موقع معلوم شد که قالیباف نماینده منافع سپاه پاسداران تو دستگاه مدیریتی کشوره. همونقدر که قانون سرش میشه سپاه، قالیباف هم سرش میشه. ببینین این سندای اون قراردادی است که بس 4 ساله با سپاه. صفحه دوم سند، من امیدوارم که این سندا رو داشته باشیم، نمیدونم چرا انقدر لفتش میدیم تو نشون دادن اینا. ببینید صفحه دوم سند ماده 2 نوشته اجرای پروژه های عمرانی شهر تهران در سقف 200 هزار میلیارد ریال میباشد که نیمی از آن به مبلغ 100 هزار میلیارد ریال به صورت نقدی توسط شهرداری تهران پرداخت میگردد. و در ماده 3 هم نوشته مدت زمان اجرای موافقتنامه 4 سال. ببینین همچین اتفاقی کجا میتونه بیفته که فقط یک نهاد نظامی همه پروژه های عمرانی پایتخت رو بگیره و همه بودجه عمرانی شهرداری رو قورت بده، مگه اینکه خود شهردار این کاره باشه و نه اینکه فقط هوای خاتم الانبیا و بخش اقتصادی سپاه داشته باشه آقای شهردار، یا فقط کف خیابون سال 78 و 88 چماق کشی کرده باشه و چوب دستش باشه، پشت موتور نشسته باشه و افتخار بکنه. خیلی فعال تو دامن زدن به جنگ شیعه و سنی تو منطقه. من اینا رو تونتون باید بگم که برسیم. ببینین یک نوچه زیاد داره آقای قالیباف، میدونید تو این لات و لوتا نوچه اصلیش تو این قضیه‌ای که دارم میگم یه لات آخونده به اسم حسن کرد میهن، سردسته چماقداره حمله به سفارت عربستان دی 94. یکی از آدمای جمهوری اسلامی رو، من مختصر مقدمه شو بگم، یکی از آدمای جمهوری اسلامی رو به اسم شیخ نمر در عربستان حکومت عربستان اعدام کرد. بعدش تو مشهد و تهران تظاهرات شد علیه عربستان و بعدم سفارت عربستان رو آتیش زدن و اسناد رو بردن و فلان. خلاصه یک کار جهادی کردن، این از کارهای مدیریت جهادی آقای قالیباف. پشت قضیه کی بود؟ همین منباقر قالیباف. چجوری؟ قالیباف یه آدم داره، گفتم که تمام این نوچه ها و این داستان را جمع میکنه، توضیح میدم الان. آقای حسن کرد میهن مسئول ستاد انتخاباتیش بود سال 92 در کرج، آخوند روزخونه و جودوکار میکنه و باشگاه داره و آدم جور میکنه واسه سوریه و لبنان و خلاصه کمک حال قالیباف تو این داستانه مربوط به جنگ شیعه و سنی و همکاری با سردار قاسم سلیمانی سپاه قدس. از کجا اومده حسن کرد میهن؟ ببینید سال 92 که مسئول ستاد انتخابات آقای قالیباف بود، در همون اثنا قالیباف کنار مسجد قدس خیابون بخارایی روبرو ترمینال جنوب حوزه علمیه باقرالعلوم و ساخت مجهزش کرد، داد به حسن کرد میهن. مسئولای شهرداری منطقه 16 تهران هم مکلف شدن که ما مجموعه های مرتبط با کرد میهن همکاری کنن. مثلا چند تا مجموعه زیر دستشه، سید زینب، مؤسسه بهشت، اینا. خب میدونیم که این به اصطلاح مؤسسه ها کارشون چیه دیگه، جمع کردن برای بچه های محلات برای درست کردن پایه های اجتماعی حامی قالیباف.
ببینیم برای نمونه اینا رو قصه نمیگم، فقط تو یه شب نظری از بودجه شهرداری 110,000 قضای نظری تو بوستان ولایت توزیع کردن اینا. همین آدم های زیر دست حسن کرد میهن. یه کار مهم دیگه هم دارن اینا، گفتم از همین جا بچه ها رو جمع میکنن میفتن سوریه. قالیباف آمد سوله پارک بعثت رو داد به کرد میهن و به حوزه علمیه، به اصطلاح حوزه علمیه باقرالعلوم، که توش کلاس های جودو را بندازن. کرد میهن مؤسسه نور معرفت هم را میندازه که دیگه فرصت نداریم فیلمش رو پخش کنیم، که خامنه ای هم خیلی ازش تجلیل کرد و گفت بله باید خیلی مؤسسات شبیه این ایجاد بشه و فلان اینا. دو سال بعد یعنی سال 94 کرد میهن میشه رهبر حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران. صحبتاشو گوش کنین موقع آتیش زدن سفارت عربستان. غیرت بلندشن برن اونجا کار تموم کنن، مرحله اولشو بیان. چهار بعد از ظهر دیگه بابا جون دیگه نشستید گوه زیادی میخورید اونجا. آقا جون مادرتون حرفا رو جدی بگیرید. اون مدارک اگر از اونجا بیاد بیرون اونجا خوب تخریب بشه، منتها مهم مدارک و عکس و ایناست. بیاد بیرون اون سفارت حالا را نمیفته. حرفو دقیق بفهمید. اگه کار رو نکردید دوباره برگردید تو. هرچی مدارک هست بیایید بیرون. میخرم، پول میدم. مهدی فیلم از داخل بذار. ها بچه که داخلن، اداتیشوزی های داخل، فیلم خوب بذارید. کوتاه بذارید، 15 ثانیه ولی فیلم بذارید. صدباز، عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره؟ بکن اونو. اونو برای من وردر بیار، اونو من میخوام، پول میدم پاش. عکسشو آتیش بزنید باش سلفی بگیرید برای من بفرستید. بابا خود رو نمیسوزوندید نیاوردید. خب اون مدارک و همه رو جمع کن بیار. صدر باز پول میدم اون مدارک رو بیار برای من، مدارک و سالم میخوام. دولت جمهوری اسلامی داره خلاف نظریات آقا عمل میکنه، داره خلاف منویات آقا میره. ما مبذفیم آقا رو یا با حکمت یا با سفاهت حمایت کنیم. به دولت باید تفهیم میکردیم، باید کاری انجام میشد که به حول قوه الهی انجام شد. چرا دولت اینقدر منفعله؟ شما اینقدر خیانت کردید که احساسات یک ملت خب جریحه دار شده. این حرفا رو ما نداریم. این ملت بدبخت که همش احساساتش جریحه دار میشه، همه چی هم میخواد بخره. عکسو بیار پول میدم، اسنادو بیار میخرم. از کجا پول میاره؟ کیسه قالیباف ته نداره. و چرا خرج این چیزا میشه عوارض و جریمه و درآمدهای میلیاردی شهرداری؟ چرا؟ ببینین از اونور حمله به سفارت عربستان، از اینور نقش اصلی و مالی در نمایش راهپیمایی اربعین. شهرداری تهران با تصویب شورای شهر تهران مجوز کمک 5 میلیاردی برای حضور در مراسم اربعین را دریافت کرد. محل این اعتبار کمک و خدمات رسانی به زائران عتبات عالیات شهر تهران. به اضافه اینا 6 اکیپ جستجو و بیش از 10 اکیپ نقاش برای رنگ کردن خیابونا و جدول آدما، 200,000 زباله جمع کن به کربلا و نجف، و هر یک ساعت به ساعت مخازنی که در سطح شهر کربلا وجود دارد با استفاده از خودروهای شهرداری تهران تخلیه می شود. همچنین تیمی از نیروهای شهرداری تهران در شهر نجف مستقر هستند تا با توجه به حجم وسیع زباله در شهر به نیروهای شهرداری این شهر کمک کنند. فکر می‌کنین چرا قاسم سلیمانی سال 92 از قالیباف حمایت کرد تو انتخابات ریاست جمهوری؟ چرا اینقدر از قالیباف همیشه تعریف می‌کنه؟ فارغ از اینکه هر دو جبهه بودن، که خیلی‌ها بودن، حالا دشمن هم دیگه هستن، اساساً دلیلش چیه؟ دلیلش هم نظری این دوست در رابطه با دعوای شیعه و سنی تو منطقه. از اون بر کمک با آتیش زدن عربستان سفارت، در واقع رهبری و هزینه دادن سفارت عربستان، از اون بر سنگ تموم گذاشتن واسه نمایش اربعین به سنی‌های منطقه و نیرو فرستادن و گوشت دم توپ جور کردن واسه اضافه کردن به لشکر قاسم سلیمانی در سوریه. اینان حامی قالیباف و از جمله میگن اگه خود طرف رو نمیشناسی برو ببین دوستاش کیان. من فکر میکنم آقای قالیباف رأی بیارن رأی حلاله،
عملشون رو نشون دادن و مهمتر از این که با عمل بیشتر از وعده به میدان اومدن و هر کسی به خاطر این عمل به ایشون رأی بده، هم ایشون رأیش حلاله، هم اونایی که رأی دادن رأی سالمی دادن. بله، با عمل اومدن، کارنامه‌شون کاملا روشنه. حالا پناهیان کیه؟ سخنران بیت خامنه ای، مسئول اتاق فکر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها. نایب رئیس شورای مرکزی قرارگاه عمار که زیر نظر خامنه ای تشکیل شد و مشتبه خامنه ای در واقع رئیسشه، رئیس اصلیشه، رئیس پشت پردهشه بعد از شلوغی سال 88. و همین آقای پناهیان از حامیای اصلی تروریسم بین المللی جمهوری اسلامی، از حزب الله لبنان گرفته تا سوریه و ترور ایرانیای مخالف. میبینین دیگه، ببینین این داره سخنرانی میکنه آقای پناهیان. اون کلاهیه پشت سرش کاظم دارابی است، یکی از عوامل ترور میکنوس آلمان که بعد از آزاد شدنش از زندان آلمان آمد ایران و زیر سایه پناهیان داره کار میکنه. اینجا مراسم خاکسپاری حسام خوشنویسه، از سپاهیایی که ماموریتش تو لبنان و سوریه بود به اسم سردار شاتری، از یاران قالیباف تو سوریه کشته شد. نمیدونم چقدر از بودجه پنهان شهرداری و آقای شاتری از همسنگرش قالیباف گرفته بود خرج گسترش نفوذ حزب الله تو لبنان و سوریه کرده بود. کرده بود دیگه، مدیریت جهادی آقای قالیباف یعنی همین. بریم پرده آخر. ما یاد ما ببلعه، دهنا ببنده، بره ته دریا. خفه نمیشه آدم؟ به سه سوت خفه میشه. سه شبان روز یونس تو دل ماهی زنده، ماهی هم تو دل دریا میچرخید. اینم هی میگفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. شب و روزگار خوش.